سلام دوستان، حالتون چطور بوده؟ آخرین بار کدوم هنرمند رو یاد گرفتیم؟ بله، اون پل سزان بود که تعداد زیادی سیب کشیده. امروز قصد داریم درباره یه هنرمند دیگه اطلاعاتی کسب کنیم و اون ونگاگه. به طور خلاصه بهش میگیم گاگ. لذت بخش نیست اگه به هنر نگاه کنید بدون اینکه وقت بذارید و به اون فکر کنید. به کارهای هنری نگاه کنید انگار در داخل تصویر در سفر هستید و اجازه بدید تخیل شما آزادانه جریان پیدا کنه. در اون صورت شما خیلی بیشتر لذت خواهید برد. پس بیایید به کار گوگ بپردازیم. این سلف پورتری خود گوگ هست. سلف پورتری نقاشی هست که توسط خود هنرمند از تصویر خودش خلق شده و گوگ در طول زندگی خودش حدود 40 پورتری از خودش به جا گذاشته. آیا باید کمی بیشتر ببینیم؟ بسته به رنگ ها همه اونها احساس متفاوتی دارن. درسته؟ حتی اگه همه اونها نقاشی از خودش باشه. اما بیان متفاوت اونها باعث میشه اون لذت بخشتر بشه. این یه نقاشی از یه گل توسط اونه. گل برگ‌های سبز و برگ‌های سبز در کنار هم بسیار خوب به نظر میرسن. اون گل‌های دیگه هم غیر از این گل ترسیم کرده. وای، خیلی قشنگه. گل سمت چپ احساسی متفاوت از گل سمت راست داره. گوگ رنگ زرد رو خیلی دوست داشت. اون حتی توی خونه زرد رنگ زندگی میکرد. حتما به همین دلیل اون گل آفتاب گردون رو دوست داشته. بنابراین ما میخواهیم این گل رو مثل گوگ طراحی و رنگامیزی کنیم. آیا این لذت بخش نیست؟ بیاید شروع به نقاشی کنیم. یه دایره در وسط بکشید و یه دایره بزرگتر بعدش. اون رو کم رنگ بکشید چون بعدش میخواییم اونها رو پاک کنیم. سه دایره به این شکل و یه ساقه در وسط بکشید. بعد گلبرگ می کشیم. انتهای گلبرگ ها دایره بزرگ رو لمس می کنن. می تونید همه اونها رو یک شکل بکشید. اما شما می تونید متفاوت هم بیانشون کنید که واقعی تر به نظر برسن. مثل این.
و برگ ها رو در پشت گلبرگ ها بیان کنید. اگر اونو با گلبرگ ها اشتباه میگیرید، میتونید برگ ها رو اینطوری علامت گذاری کنید. اونها رو علامت گذاری کنید تا بتونید اونها رو تشخیص بدید. حالا بیایید رنگش کنیم. ابتدا گلبرگ ها رو زرد رنگ کنید. اگر نمیخواید مداد و رنگ مخلوط بشه و کارتون چرک بشه، اون رو خیلی کم پاک کنید. حتی بعد از پاک کردنش هم قابل دیدنه، درسته؟ به دلیل سایه ها میتونید قسمت داخلی گلبرگ ها رو کمی تیره تر کنید. ما قصد داریم قسمت داخلی رو کمی تیره تر کنیم به این ترتیب. بنابراین به نظر میرسه هرچه جلوتر میره روشن تر میشه. و در وسط اون نقطه های کوچیکی بذارید. بنابراین به نظر میرسه یه گل آفتاب گردونه. بقیهش رو همینطوری رنگ کنید. من اینطوری تموم کردم. شما چطور کار خودتون رو بیان کردید؟
بسیار خوب، کلاس امروز چطور بود؟ هنگام نقاشی شاهکار خیلی لذت بخش نیست اگه دقیقاً مثل من نقاشی بکشید. نگاهی به آثار هنری مختلف بندازید و سعی کنید شبیه اونها بیانش کنید. حتی بهتر میشه اگه با روش منحصر به فرد خودتون انجامش بدید. پس دفعه بعد شما رو میبینم. خداحافظ همگی.